سلام، نازنین هستم. به چنل مگافکت خوش اومدید. هفته گذشته سعی کردم یه ویدیو جامع از وقایع شهریور 1320 براتون بذارم و از اوضاع و احوال اون دوران ایران براتون بگم. حالا در این ویدیو میخوام برم سراغ فصل پایانی زندگی رضا شاه و مشکلات انتقال پیکر ایشان به ایران. چند روزی بود که کشتی در آبهای ساحل بمبئی در فاصله دور از ساحل لنگر انداخته بود. خورشید از افق طلوع کرده بود و مردی سوار بر قایق به طرف کشتی در حال حرکت بود. برای انجام این مأموریت کمی دلهوره داشت. میدونست کار ساده‌ای در پیش نداره. مأموریتش این بود که باید شاهی عزل شده رو از بمبئی به نقطه دور و بی خطر می برد. قایق به کشتی رسید و مأمور خودشو به عرشه رسوند. اول مأمور با شاه توی عرشه دیدار کرد و مأموریت خودشو به اطلاع اون رسوند. به شاه گفت: من پیغامی از طرف والا حضرت نایب السلطنه برای شما آوردم. موظفم تأسف عمیق ایشان رو به حضور آن اعلی حضرت عرض و اعلام کنم. برای شما و تمام همراهان به هیچ وجه امکان پیاده شدن در خاک هندوستان وجود ندارد. تصمیم گرفته شده که اعلی حضرت به یکی از جزایر متعلق به انگلستان به اسم موریس تشریف فرما شده. در آنجا به صورت مهمان دولت ما تا چند ماه آینده اقامت نمایند. شاه گفت: موریس؟ موریس دیگه کجاست؟ من تا به امروز اسم اونو نشنیدم. اون شاه برکنار شده رضا شاه و اون مأمور کلارمونت اسکرین کارمند وزارت خارجه بریتانیا بود که مأموریت داشت رضا شاه رو به تبعیدگاهش در جزیره موریس ببره. اول قرار بود رضا شاه به هند بره، اما گویا مقامات بریتانیایی به این نتیجه رسیده بودن حضورش توی هند به صلاح نیست. اون زمان هند شرایط ملتهبی داشت و تکاپوهای هندی ها برای کسب استقلال به اوج رسیده بود و طبعاً اومدن عناصر خطرناک به خاک هند معقول نبود. ششم مهر 1320 رضا شاه و جمع کوچکی از خانوادهشون در بندرعباس سوار بر کشتی باری بندرا شد و حالا بعد از چندین روز انتظار در آبهای ساحلی بمبئی باید سوار بر کشتی مسافری برمه به موریس می رفت. این که چرا رضا شاه عزل یا مجبور به کنارگیری شد از موضوعاتیه که معمولاً توی ذهن جمعی و حافظه تاریخی ایرانیا موضوع بی اهمیتی به نظر میرسه. روایت‌ها و تفسیرها در مورد رضا شاه همیشه بسیار زد و نقیزه. رضا شاه بعد از اشغال ایران به دست متفقین، بخوام دقیق بگم 25 روز بعد از اشغال، وقتی متفقین تهدید کردند وارد تهران میشن، از تهران راهی اصفهان شد و از اونجا به کرمان رفت و چند روزی هم اونجا بیمار بود. بعد با فشار کنسول بریتانیا از اونجا راهی بندرعباس شد. بنابراین سوال اساسی اینه که چرا متفقین ایران رو اشغال کردن و چه مشکل غیر قابل حلی وجود داشت که باید از طریق اشغالگری اونو حل می کردن. در این ویدیو به سراغ یکی از منابع مهم برای فهم این مسئله میریم. سر ریور بولارد، سفیر بریتانیا در تهران، کسی که مهره اصلی بود که در جریان اتفاقهای شهریور 1320 و بعد از اون بود. در طول حکومت رضا شاه، رابطه ایران با آلمان بسیار گسترش پیدا کرده بود و افراد زیادی از آلمانی ها به دلایل و بهانه های مختلف به ایران اومده بودند. وقتی جنگ جهانی دوم شروع شد، در مرحله اول درگیری اصلی فقط بین آلمان و بریتانیا و فرانسه بود.
کلن فضای مطبوعات و حاکمیت ایران آلمانی دوستانه بود. به گفته بولارد، بریتانیا تلاش میکرد ایران رو متقاعد کنه، آلمانی ها رو از ایران بیرون کنه و رضا شاه زیر بار نمیرفت. تا اینجا تصمیم رضا شاه برای همدلی با آلمان معقول به نظر میرسید، چون دو سال اول جنگ آلمان پیروزی های خیره کننده‌ای به دست آورده بود. اما مسئله ناگهان زمانی پیچیده و بغرنج شد که آلمان به شوروی حمله کرد و به سرعت در خاک این کشور پیشروی کرد. حالا شوروی با آلمان وارد جنگی هولناک شده بود و تحملم نمی کرد آلمانی ها توی ایران باشن. از طرف دیگه اگه ایران حالا آلمانی ها رو اخراج می کرد، رفتاری خصمانه به نظر می رسید و ممکنم بود آلمان رو علیه ایران کنه، اونم آلمانی که به سرعت برق آسا به ایران نزدیک می شد و بعید بود بازنده این جنگ باشه. در پاسخ به این سوال که چرا ایران اشغال شد، تنها جوابی که بولارد میتونه بده همین ترس اونا از حضور آلمانی ها توی ایرانه. برای مثال چند کشتی آلمانی توی آبهای جنوب لنگر انداخته بود و میترسیدن با غرق کردن اونا در اروند رود راه آبی آبادان بسته شه و ایران حتی زیر بار نمیرفت این کشتی ها رو بازرسی کنه و عملا جز وعده های بی عمل هیچ گونه همکاری با متفقین نمی کرد. اما مهمتر از همه این بود که اکنون شوروی هم به اندازه بریتانیا از نفوذ آلمان توی ایران می ترسید و برای هر دوی اونا مسئله مرگ و زندگی بود. مرگ توی خواب توی تصور اکثر مردم مرگی آرام و بی‌دردسره. رضا شاه توی خواب چشم از جهان فرو بست. وقتی پزشک بدن بیجونش رو معاینه کرد، گفت 5 بامداد دچار ایست قلبی شده. مرگ توی تبعید مثل مرگی دوباره بعد از مردنه، اونم برای مردی که برخلاف شاهان قبل از خودش اهل سفر خارجی نبود و فقط یک بار وقتی توی قدرت بود به خارج سفر کرد. ملافه رو روی صورتش کشیدن. 4 مرداد بود، اما در ژوانسبورگ زمستان بود و این تابستان زمستانی آخرین فصل زندگی رضا شاه بود. آخرین شاهان تاریخ ایران همه توی تبعید فوت شدن و شبیهش رو فکر نمی کنم بشه جای دیگه‌ای پیدا کرد. بریم به فصل پایانی زندگی رضا شاه بپردازیم. از پاییز 1320 با فرزندانش توی موریس بود. از همون زمان بعضی وقتا از دلدرد شکایت داشت، مثل همه پیرمردهای سال خورده که عمری رو بدون دوا و دکتر و با سالمخواری و پیاده روی به سلامت گذروندن، ایشان هم با دکتر میانه خوبی نداشت. مطمئن بود دلیل این دلدردها غذایی که خورده. یه بارم که راضی شد یه پزشک اونو ببینه، به دستگاه رادیوگرافی برای عکس برداری نیاز بود که توی موریس دستگاه مناسبی وجود نداشت. فضای جزیره موریس برای اون و همراهانش غیر قابل تحمل بود و همه تلاششون این بود که به کانادا برن، اما جنگ بود و مسیرها بسته بود. حتی اگه گذر یک کشتی به موریس میافتاد، زمان دقیق اونو کسی نمیدونست. دریاها ناامن بود و زیردریایی‌های نظامی هر شناوری رو ممکن بود غرق کنن. سرانجام زمستان 1322 که توی موریس تابستان بود، بعد از حدود 2 سال اقامت توی موریس، رضا شاه و همراهانش راهی دوربان شدن. دوربان یکی از شهرهای تفریحی و بزرگ آفریقای جنوبیه. اونجا برای اولین بار یه پزشک رضا شاه رو معاینه میکنه و سربسته و در لفافه گفت وضع قلبش رو به راه نیست.
زندگی توی دوربان هم به مذاق رضا شاه خوش نیومد و چون امیدی هم نبود به زودی به کانادا برن، گفت به یه شهر دیگه توی آفریقای جنوبی برن و بعد از 2 ماه از دوربان با قطار به جوهانسبورگ رفتن که یه شهر اروپایی توی جنوب آفریقاست. 5 ماه پایانی عمر رضا شاه اونجا گذشت. حالا ایشان کاملا واضح و مشخص ضعیف و شکننده شده بودند. آفریقای جنوبی از اواسط قرن 19 مقصد جویندگان طلا و الماس از سراسر جهان بود. از جمله یهودیان زیادی به اونجا رفتن. رضا شاه یه خونه تازه سازو که یه مقدار از ساختش مونده بود و از یه شخص یهودی اجاره کرد. 500 لیره به اون داد و بعد از مدتی اجاره 1 سال رو هم پرداخت کرد. اما شخص یهودی بدقولی کرد و نه خونه رو تحویل داد و نه پول رو پس داد. این روزای زندگی رضا شاه به انتظار گذشت. انتظار برای چی؟ کسی نمیدونست. حتی خودش. مثل پیرمردی که عمری رو به کارمندی گذرونده باشه، بیشتر از همه چی نگران رفت و آمد فرزندانش بود. رضا شاه کتاب‌های تاریخی رو که از ایران رسیده بود و می‌خوند و شبا به سختی رادیو تهران رو می‌گرفت تا خبری از ایران بشنوه. اما خبرها بعضی وقتا عصبانی و ناراحتش می‌کرد. مثل روزی که شنید تهران قحطی اومده. به گفته یه شاهد عینی، رضا شاه اون لحظه از خشم پا به زمین می‌کوبید. رضا شاه بعضی وقتا هم به مغازه فرش فروش مرد یهودی می رفت و قالی‌های ایرانی رو تماشا می کرد. یه روز ارنست پرون، رفیق و پیشکار مرموز محمد رضا شاه، از تهران نامه‌ها و وسایلی برای اونا برد. از جمله مشتی خاک ایران برای رضا شاه. فصل پایانی زندگی همه آدم‌ها شبیه همه. دلدردهای رضا شاه هنوز ادامه داشت تا اینکه تیر 1323 وقتی نصف شب قصد رفتن به دستشویی داشت، دچار حمله قلبی شد، زمین خورد و از هوش رفت. پزشکا امیدی به زنده موندنش نداشتن، اما 10 روز بعد تا حد زیادی بهبود پیدا کرد. توی همین روزا دختر شمس هم به دیدنش اومد و حال خوشی داشت. شبی بود که شاد و سرحال به نظر می رسید. می گفت و می خندید. اما این آخرین شب نشینی او بود. اون شب سرشو که روی بالشت گذاشت دیگه بیدار نشد. اواخر فروردین 1329 محسن صدر، ملقب به صدرالاشراف، دولت مرد روحانی زاده‌ای که سال 1324 چند ماهی که نخست وزیر شده، از طرف محمد رضا شاه مأمور میشه که جنازه رضا شاه رو از مصر به ایران منتقل کنه. صدر آدم متدین و دینداری شناخته می شد و برای چنین مأموریتی هم مناسب به نظر می رسید. قرار شد جنازه از مصر تحویل گرفته بعد به مدینه ببرن و اونجا توی مسجد حضرت رسول طواف داده شه. بعد هم از اهواز با قطار به تهران منتقلش کنن. البته سر راه توی قم هم به حرم حضرت معصومه ببرن و یکی از علما روی جنازه نماز بخونه. وقتی خبر اومد که قرار پیکر رضا شاه رو به قم ببرن، اعتراضاتی ایجاد شد. به این خاطر که میگفتن رضا شاه ظالم بود و نباید پیکرش رو به حرم ببرن. اما این اعتراض‌ها رو میشه واکنش تعدادی از روحانیون به اتفاقات دوران رضا شاه دونست. محمد رضا شاه جوان هم میخواست با بردن پیکر رضا شاه به قم هرچی که توی گذشته اتفاق افتاده فراموش بشه. اعتراض‌ها توی قم باعث شد 2 روحانی تبعید شه. محسن صدر خیلی تلاش کرد تا شاهو از این تصمیم منصرف کنه، اما نشد. آقای حسین بروجردی که اون زمان رئیس حوزه علمیه قم بود، محسن صدر رو دعوت کرد با هم صحبت کنن.
آقای بروجردی با بردن جنازه رضا شاه به قم مخالف بود و برای این مخالفت استدلال سیاسی غیر دینی داشت. می گفت اون فقط روی طلبه های حوزه نفوذ داره و توی قم روحانیون دیگه هم هستن. اگه جنازه رضا شاه رو به حرم ببرن و کسی اعتراض کنه، دستگیری شخص معترض یه جور مشکل ساز میشه، نکردنش یه جور دیگه. محسن صدر هم با این استدلال موافق بود، اما محمد رضا شاه باز هم متقاعد نشد. 8 اردیبهشت هیئتی از ایران برای تحویل گرفتن رضا شاه به مصر پرواز کرد. 3 پسر رضا شاه، علی رضا، غلام رضا و عبدالرضا و تعدادی از افسران بلندپایه در این هیئت حضور داشتند. مسئول اصلی این ماموریت هم محسن صدر بود. مدتی پیش بحث سر پیدا شدن جنازه‌ای که متعلق به رضا شاه داغ بود. در مورد کیفیت جنازه بحث هایی شد که اینجا بد نیست ببینیم محسن صدر دقیقاً چه توصیفی از جنازه رضا شاه کرده. محسن صدر نوشتن به مسجد رفاعی که جنازه شاه نزدیک قبور اجداد فاروق پادشاه در زیرزمین به امانت گذاشته شده بود رفتیم. بعد از بیرون آوردن از دخمه جنازه را از صندوقی که در اون گذاشته بودن بیرون آوردن و کفنهای متعددی به جنازه پیچیده شده بودن. به خاطر دواهایی که برای مومیایی کردن جسد به کار برده بودن سیاه شده بود. کفنهای نو به اون پیچیدن و صندوق حاوی جنازه که به واسطه رطوبت زنگ زده بود اصلاح کردن. اون زمان به خاطر جدایی محمد رضا شاه و فوزی خواهر ملک فاروق، رابطه خاندانهای سلطنتی ایران و مصر شکراب بود. اما بدرقه رسمی و با شکوهی از جنازه رضا شاه انجام شد. از جمله طلاب و علمای الازهر حضور پرشماری توی این مراسم داشتند. هیئت ایرانی از دریای سرخ به عربستان رفت. اونجا هم استقبال رسمی و مفصلی انجام شد. یه چادر آماده کرده بودن و جنازه رو اونجا بردن و قاریان قرآن میخوندن. ماه رجب بود و توی 2 روزی که هیئت ایرانی توی مدینه بود تصمیم میگیرن حج عمره رو به جا بیارن. محسن صدر آداب حج رو به همراهان یاد میده و راهی مکه میشن. محسن صدر در این مورد خاطره جالبی رو تعریف میکنه. ایشان میگن موقع گفتن ذکر تلبیه، البته اگر درست تلفظ کنم، لبیک، اللهم لبیک، منظورشون این ذکره. بعضی از همراهان به گریه افتادن. انوشیروان سپهبدی که ریاست تشریفات دربار رو داشت و احمد دهقان، مدیر مجله تهران مصور. اینجا یه موردی رو در مورد این شخص بگم. احمد دهقان 1 سال بعد از این سفر ترور میشن. این 2 نفر از شدت گریه به حالت غش افتادن. در مسجد حرم نبوی به امامت امام مسجد بر جنازه رضا شاه نماز خوندن و بعد به جده و از اونجا با هواپیما به اهواز اومدن. به گفته محسن صدر جنازه به هر شهری می رسید، مردم سیاه پوش جمع می شدن و گریه می کردن و در ادامه گفتن نزدیک عراق به خاطر زیاد بودن استقبال کننده ها برای تشکر از اونا از ترن پیاده شدیم و چون بارون می اومد به مسجدی که نزدیک ایستگاه بود وارد شدیم. مسجد رو سیاه پوش کرده بودن و قاریان مرتباً مشغول تلاوت قرآن بودن. شخصی که از مامورین دولت بود خودش رو از بین جمعیت به من رسوند. گفت اشعاری سرودم که باید شخصا بخونم. اون شخص با حالت گریه و ناراحت شروع به خوندن کرد و همه رو به گریه انداخت. جنازه رو از عراق به قم بردن و از عکس‌های به جا مونده از تشییع جنازه در حرم مشخصه کار بدون سر و صدا انجام شده و تابوت روی شونه های نظامی ها حمل می شده. جنازه 16 اردیبهشت
به تهران رسید و توی خاکسپاری رسمی در شاه عبدالعظیم دفن شد. دوستان، به آخر این ویدیو هم رسیدیم. لطفاً نظرتون رو در مورد این ویدیو و ویدیو قبل برام کامنت کنید و اگه دوست داشتید لایک فراموش نشه. برای اینکه هر موقع ویدیو گذاشتم با خبر شید، لطفاً زنگوله رو فعال کنید و اگر دوست دارید افراد بیشتری با کانال من آشناشن، لطفاً ویدیوها رو به اشتراک بذارید. ممنون از همراهیتون.